فرهاد، آقا فرهاد، فرهاد چیه؟ کیه؟ به خدا من نمیخواستم اینجوری بشه. نمیخواستی چجوری بشه؟ چرا چرت و پرت میگی؟ او با تو نیستم بابا، تو فکرم بسی کاری داری چیزی میگی چیه؟ اوه، اینجا بازم رژه نمیری ها. از اون وقت حالا هی داری اینجا رو مت میکنی. اومدیم اینجا کار بکنیم، 3 ساعتی داری قدم میزنی اونم دقیقا کنار من. چه کردیم ها؟ خب میگی چیکار کنم؟ میخوای قدم بزنی؟ برو اون بره پارک، اینقدر قدم بزن تا جونت در بیاد. اصلا نخواستم، چقدر من بدبخت. از حرفم ناراحت شدی؟ باشه بابا باشه، پاشو پاشو قدم بزن. حالا فردا تو فامیل میپیچه ساسان مهمون نواز نیست و 1000 حرف دیگه. پاشو، اصلا پاشو بدو دور پارک. ساسان چیه؟ اگه تو گذاشتی من کارمو تمام بکنم. اصلا همون پاشو قدم بزن اون بهتره. حالا حتی میخوای یه ریز حرف بزنی. ساسان کمکم میکنم؟ جون تو ندارم بابا، ندارم. آخر برج رسیده، خالی خالیم. اگه داشتم کمکت میکردم. پول نمیخوام که. اه؟ پس نوکرت هم هستم داداش. چیه؟ بگو جونم. حال میری یه راضی بهت بگم پیش خودمون بمونه؟ دمت گرم دیگه، دمت گرم فرام. آخه تا حالا شده تو به من یه حرفی بزنی یه راضی بگی من برم حرفی بزنم؟ اصلا مگه من اردشیرم که بهم راز بگی برم فاشش بکنم؟ اصلا ازت توقع نداشتم. ببخشید، تو راست میگی. حالا بهم کمک میکنی؟ ببین فرهاد، این بارو میبخشمه. حالا بگو ببینم. اگه بخوای گادفادر بازی کنی نمیگم. آشه بگو کشتی ما رو. بین خودمون میمونه؟ میمونه. مردونه؟ مردونه که هیچی، گادفادرونه. ساسان من عاشق شدم. فرهاد عاشق شده؟ آقا فرهاد عاشق شده؟ آقا فرهاد خودمون عاشق شده؟ فرهاد عاشق شده؟ ده فرهاد عاشقی؟ بابا این مردک که میگفت من اهل این حرفا نیستم که، چی شد بعد؟ فرهاد بابا چرا قهر کردی با من؟ من که نمیدونستم آخه اینطوری میشه بابا. ببخش منو جون، تو نمیدونستم اینطوری میشه. فرهاد حالا چرا رفتی تو دشویی در رو رود قفل کردی آخه بابا؟ اومدیم و خواستیم، حالا بگذاریم. البته حق داره دیگه، اصلا این همه خواهش کرده به ایشکی نگی رفتی گفتی. خب بابا هرکی باشه بهش بر میخوره دیگه. آخ من فقط به تو گفتم. میدونم، ولی تو که به من نگفتی من به کسی چیزی نگم. رفتم پیش نازنین، خب حرف پیش اومد گفتم دیگه. نازنینم که اگه بدونه این دیگه تمام بشریت میدونن. ولی ساسان میگم اصلا باورم نمیشه اینکه ما این همه راجع بهش عاشقی حرف میزدیم حالش به هم میخورد.
این عاشق شده. عشق همینه دیگه، خبر نمی کنه که. پدر این عشق بسوزه، یادش به خیر نیلوفر. یاد روز اولی افتادم که تو رو دیدم، همین حال و هوا رو داشتم. میگه بالا عاشق کی شده؟ هنوز نگفته. با این کاری هم که تو کردی عمرم بهت نمیگه. میدونی چیه؟ بسپار به خودم، این کار منه. آقا فرهاد، نیلوفر هستم. ببینیم، میدونم که چقدر ناراحتین، ولی ساسان وقتی موضوع رو به من گفت من نمیدونستم به کسی قرار نیست بگم. اینه که رفتم به دوستم گفتم، اونم دیگه باقی ماجرا. آقا فرهاد ببینیم، بهتون قول میدم مثل یه خواهر کمکتون کنم. میخوام که مشکلتون حل بشه. راست میگی نیلوفر خانم؟ آقا فرهاد قلبم ریخت، معلومه که کمکتون میکنیم. فرهاد جون ببخشی عزیزم، قول میدم جبران کنم، قول میدم ببخش من. آره، حالا این خانم خوشبخت کی هست؟ کیه؟ نگران نباشین آقا فرهاد. ببین بجز من و ساسان هیچ که قرار نیست از این موضوع با خبر بشه، مگر اینکه ما از اول با شما هماهنگ بکنیم. بگو اسمش رو فرهاد. بگو شیرینه. شیرین؟ بدبختی من اینجا چون تا حالا با هیچ زنی حرف نزدم در این مورد ها، نمیدونم چیکار باید بکنم. ای بابا، مگه من اینجا هندون مشهدی هم پس؟ داداش خودم رات میندازم. اصلا تو میدونی من چطور نیلوفر رو عاشق خودم کردم؟ نه، البته ربطی هم بهت نداره، خصوصیه، به خودم مربوطه. حالا بگذاریم فرهاد جون، خوب گوشاتو باز کن ببین چی دارم میگم. اگه هر کاری رو که بهت میگم و مو به مو انجام بدی، مطمئن باش کار تمومه. جون من، ببین فرهاد جون، زنا مخصوصا تیپای شیرین خانوم از مردای خوششون میاد که جذبه دارن. جذبه یعنی چه جوری؟ این علاج کارته داداش. ما این که فیلم گادفادر هزار بار دیدمش، تو کشتی ما رو با این فیلم گادفادر. تا فرهاد، این فقط یه فیلم نیست، این فیلم پر از رازهای نهفته است که هر مردی ازشون سر در بیاره موفقه. حالا ما چیکار بکنم؟ امشب میری خونه تنهایی، یادت باشه تنهایی، این فیلمو عمیقا نگاش میکنی. عمیقا یعنی چجوری؟ به نوع حرکات مردونه گادفادر خوب باید دقت بکنی. یعنی این فیلمو باید فریم به فریم دقت بکنی، نگاش بکنی، ببینی چطور حرکت میکنه. این حرکتشو مخصوصا چطور حرف میزنه، کلا، عینک، تیپ، دیگه هر چی که هست دیگه، بعد مو به مو اینا رو درش بیاری از اون فیلم. پر از رازهای نهفته است. بگیرش تو ذهنت. ببین همین این حرکاتو کردم، جذبه از توش. ببین جذبه. این تمرین ها باید بکنی. یادت باشه جذبه تنها چیزیه که میتونه تو رو بندازه تو قلب شیرین خانم. اصلا تو خودت میدونی من چطوری نیلوفر رو عاشق خودم کردم؟ نه. یادم رفته و بهت گفتم، بهت ربطی نداره، خصوصیه. حالا بگذاریم فرهاد جون، خوب گوش کن، من تعاطوش رو در آوردم. فردا ساعت 4 شیرین خانوم میاد همین رستوران کنار این پارک، رستوران ایرانیه، میری اونجا وای میسی ساعت 4. یادت باشه با جذبه باید یه کاری بکنی که شیرین خانوم با یه نگاه دلش هوری بریزه پایین. فهمیدی؟ برو ببینم چیکار می‌کنی. دست دست نکن، دست دهن نکن. مرسی، قربونت برم. فرهاد جذبه. شیرین خانم؟ شما رو جایی ندیدم، چهره تو خیلی برام آشناس. من پسرموی ساسان هستم. همون گیتاری قشیه که یه هو قش کرد بردنش بیرون. حالتون چطوره؟ بهتری؟
ببخشید من می‌خواستم یه چیزی بهتون بگم. ببخشید. الو نازنین جان. بله عزیزم رسیدم. الان میام تو. در زم بازش کنین تو این گرما این دستمال گردنو. شما نمیپسی تو این گرما این کلاه مسخره رو گذاشتی سره؟ خب همین کارا رو می‌کنی که قش می‌کنی دیگه. پس فعلا خدافظ. سلام به آقا ساسان و نیلوفر جونم برسون. ببین آخه تقصیر خودت هم هست، عقلتو دادی دست این مرتک دیوونه ساسان. البته ببخشید فامیلتون هم هستند بر نخوره یه وقت، ولی مرتک دیوونه است بابا، با این گادفادر بازیاش پدر ما رو در آورده. آخه بگو مرد حسابی الان موقع آلکابون بازیه؟ معلومه دیگه، هر کی تو رو با این قیافه ببینه فکر میکنه یا خلی یا فکر میکنه بازم خلی. من چه خاکی بکنم تو سرم؟ ببین فرا جون، ما با هم تو این ساختمون زیاد حال کردیم، در عالم همسایگی، در عالم رفاقت، کلید این قفل دست منه، من بهت میگم چیکار کنی. راست میگی؟ چطوری؟ آره بابا ببین داداش من، زنای این دور زمونه میدونی از چه جور آدمای خوششون میاد؟ چه جور آدمایی؟ آه دلم برات بگه که زنای این دور زمونه از آدمای از مردای اهل عمل خوششون میاد، مردی که اهل عمل باشه. یکی بابا همینمون بریم عملی هم بشیم بابا. بابا چرا نمیفهمی؟ من این عملو که نمیگم که اون عملو میگم. مرسی آقا رستم، شما هم کمک نکنی بهتره. بابا واسه یه دقیقه، اصلا یه چیز دیگه میگم، چرا حالا که اینجوری نمیری از آقا اردشیر کمک بگیری؟ بالاخره هرچی باشه اون شیرین خانومو بهتر میشناسه، با اخلاقیاتش اینا آشناتره. آفرین، چرا فکر خودم نرسیده بود؟ بفرما، بازم بگو رستم بده، بازم بگو رستم اینجوری رستم اونجوری. برو دیگه، برو ازش بپرس. مرد حسابی خود زودتر به من میگفتی، این که دیگه خجالت نداره. بعدش هم ببینم ناغلا، تو که اهل ازدواج مزدواج از این حرفا نبودی، چی شد یا نظر دعوت شد ها؟ ولی ببین مورد نداره، من خودم هوا تو دارم. یعنی میشه؟ اختیار داری بابا. آقا فرهاد خیلی خوش اومدید، قدم رنجه فرمودید. کاش که اون گیتارتون هم میآوردید، من عاشق صدای گیتارم. بابا صد بار بهش گفتم دیگه، تو همیشه بیا بابا اون گیتارت هم بردار، بیا یه اشغالی بکنیم دیگه. اول که اردشیر به من گفت راستش یکم شوکه شدم، ولی از شما چه پنهون، خواهرم شیرین جونم دیگه قصد ازدواج داره دیگه. نادن این فکرشو بکن، اگه آقا فرهاد بشه فامیلمون چه حالی میده، هر شب بزن به رقص، اشغال، گیتار، صفا. راستش میدین چیه آقا فرهاد، من رگ خواب خواهرمو خیلی خوب میدونم، اتفاقا دیروزم اینجا بود شما رو مثل که دم در دیده بود، میگفتش که آقا فرهاد مثل که زیاد حالش خوب نیستا. گفتم چطور؟ بعد میگفتش که مثل که شما یه تیپ عجق وجق زده بودین، مثل این مافیایی ها شده بودین، جریان چیه؟ راستش بابا نازنین جون، همش زیر سر این ساسان خلوچله، فیلم گادفادر رو داده به این بنده خدا، گفته برو جلوی شیرین آل کاپونی کلاس بذار که یه ذره جذبت بیشتر باشه، این بنده خدا هم ساده دل عقلش رو داده دست ساسان. از همون طفلی آقا فرهاد، ولی خودمونی ما آقا فرهاد، منو مثل خواهرتون بدونین، شما آدم خیلی با شخصیتی هستین، کی بهتر از شما که داماد خانواده ما بشه؟ با ادب نیستین که هستین، هنرمند نیستین که هستین، خانواده دار نیستین که هستین. مرسی، شما لطف دارین. خواهش میکنم، ولی من آدم خیلی رک و رو راستی هستم، تو رو خدا بهتون بر نخوره ها، برای خودتون میگم، میخوام بهتون کمک کنم. شما دوتا اشکال خیلی بزرگ دارین که تو ذوق خواهرم میزنه، یکی این که دیگه خیلی زیادی خجالتی هستین، دومم این که ببخشیدا بهتون بر نخوره اصلا لباس پوشیدن بلد نیستین. ای بابا نازنین جون، این چه حرف شما داری میزنی؟ تیپ و لباس آقا فرهاد از همه ما امروزی تره. اگه با خودتون ساسان و رستم و آقا پرویز مقایسه کنی بله، ولی استانداردهای من فرق میکنن. اصلا ببینم شما میخوای من بهتون کمک کنم یا نه. شما میگی من باید چیکار کنم؟ اول از همه باید این تیپ عرفانی و این حال و هواتون رو عوض کنی، اصلا باید مارکتون رو عوض کنی. مارکمو؟ بله مارک آقا فرهاد، مارک. من الان نگاه میکنم
هیچ کدوم از لباس های شما مارک نیستن. چرا اتفاقا پشت یقه لباسام همه مارک دارن؟ منظورم اینه که مارک های معروف، برند های معروف و شیک و گرون مثل گوچی، ورساچی، پیر گاردین، باس، آرمانی. البته شما نگران اینا نباشین، اینا همه با من، خودم هم ترتیب دیدنتون رو با شیرین میدم. آقا فرهاد، خوشحالم که امروز با اون کسی که دوستش داری میریم بیرون و حرفای دلتونو بهش میزنیم. مرسی نیلوفر خانم. بنده شما چطور شدم؟ خیلی خوبه. نازم خوب. خیلی زحمت کشیده بارم. خیلی سلیقش هم خودتون این کاری که انجام بله. واقعا خسته شدی یه آدم دیگه. من نمیدونم چرا تو این لباس اصلا احساس آرامش نمی کنم. اصلا یه جور دیگه هست. آقا فرهاد، من شما رو مثل داداش خودم دوست دارم. چون هم متینین، هم خیلی رو راستین، هم هنرمند، هم نجیب. مرسی نیلوفر خانم، منم شما رو مثل خواهرم دوستم، ولی به شما خیلی مدیون هستم. آقا فرهاد، قبل از رفتنتون میخواستم یه چیز رو به عنوان خواهرتون به شما بگم. زندگی و ازدواج یعنی یکی شدن با همسرتون. عشق هم فقط یه مارک داره، اونم صداقته. همینجوری که این لباسای گرون قیمت و مارکدار رو پوشیدین که نشون بدین از لحاظ سلیقه خیلی بالا و با سلیقه هستین، مواظب باشین که اون مارک قلبتون که صداقت پشت این همه مارکای گرون قیمت گم نشه. صحبت یه عمر زندگی و عشق و شراکته. فقط همین رو میخواستم بگم. دعا میکنم که با خبرای خوب برگردین. شما هم دیگه زود برین تا دیر نشده، خوب نیست برای اولی ملاقاتتون دیرتون بشه. کاملا باهاتون هم عقیدم نیلوفر خانم. متشکرم ازتون. خواهش میکنم. تمام زندگی و قلب من بود که براتون گفتم شیرین خانم. نمیدونم تصمیم شما چیه، اما ترجیح میدم که با صداقت باشم و نبشنوم تا اینکه خودم نباشم و جواب بله رو بگیرم. این لباسا رو نازنین خانم با سلیقه بسیار زیادی برای من خرید. و این لباسا نیست که قلبش برای شما میزنه، این خود من هستم که شما رو دوست دارم. دوستان عزیز، امروز بیاین کمی راجع به فصل عشق صحبت بکنیم. مادرم همیشه میگه که هر دوران عشق و عاشقی حداقل باید 4 فصل رو پشت سر بگذاره. امروز هم به همراه دوست و برادر عزیزم جلیل سپر در خدمت شما عزیزان هستیم. من هم جوزف هستم و کمی میخواییم راجع به فصل عشق، این دوران پر از هیجان عشق و عاشقی با هم دیگه صحبت بکنیم.
برادر سپر شما این فیلم رو دیدین؟ چند بار بگم دیدم، خدا رو شکر خیلی فیلم غنی بود واقعا، برای من خیلی پیام داشت. چه برداشتی دارین از داستانی که دیدین؟ حقیقتا در مورد فصل عشق، برادر جوزف و همینطور بینندگان عزیز بعد بدونیم که اصولا اوج احساسات هست و در واقع این بخش احساسات ما تمام بخش های عقل و منطق و معیارها رو میفرسته مرخصی با استفاده از اضافه حقوق، میگه شما فعلا تعطیل، تعطیل عمومی و فقط احساسات عمل میکنه و در اونجاست که خب ضربه پذیر میشیم و خیلی از اشتباهات همون ابتدا انجام میشه. و در این فیلم من نکاتی رو برای خودم یادداشت کردم که خیلی برام درس داشت. واژه عشق کوره هستم تقریبا بله. از همونجا اومده دیگه. بله. چون احساسات زیاد میشه، بعد احساسات میاد جلوی منطق رو میگیره و به جایی میرسونه بدن انسان رو، سیستم های عصبی، روانی، روحی که همه چیز رو فلج میکنه و تمام لذت یا احساس یا فقط فکر میاد وسط. و اینجاست که من میبینم همینطور که در این فیلم دیدیم، برادر عزیز ما، دوست عزیز ما، آقا فرهاد ما اصلا دیگه شیفته‌ای شد که دیگه هویت خودش رو گم کرد و بنابراین دست به دامن همه تاریخ‌ها شد. و معمولا جوزف جان ما در این قسمت‌ها چون احساسات خیلی قویه و میخوام بهش برسیم، به هر راهی، به هر روشی، به هر مشاوری، نصیحتی، طرز تفکری رو میاریم. به نظر تو چی میشه؟ به نظر شما چی میشه؟ بقال سر کوچه میپرسیم به نظر تو باید چی کار کنیم، از همسایه میپرسیم، از دوست میپرسیم، زمین، آسمون، و فقط تمرکز رسیدنه. حالا چرا باید برسیم؟ چجور باید برسیم؟ اینا دیگه زیاد برای اون مطرح نیست. به کی باید برسیم؟ خیلی مطرح نیست، بلکه فقط باید برسیم. و من فکر میکنم این حالت رو بیشتر عزیزانی که اسیر الکل یا مواد مخدر هستن، تحت تاثیر اون هستن، به اون حالت عمل میکنم. فقط باید بهش برسم، چرا و چطور دیگه خیلی مهم نیست. و انگار در این دوران، حداقل من از روی تجربه عشق عاشقی خودم هم بگم و اعتراف بکنم، در حالی که عشق کور هست ولی همچنان انگار یک صدای درونی هم هست که از درون به ما هم نکات قوت و هم نکات ضعف این ارتباط رو به نوعی نشون میده، ولی تمایل داریم که ما معمولا اون صدا رو به نوعی خفش بکنیم در درون خودمون، از اونها سعی بکنیم بی‌اعتنا بگذاریم و خودمون رو به نوعی قانع بکنیم که نه، این شخص برای شما مچ خوبی هستین و به درد شما میخوره و جلو برین. ولی من نمیدونم چرا ما الزاماً اگه در یک ماجره عشق عاشقی یا یک رابطه به همدیگه نمیرسیم اون رو به عنوان یک شکست میبینیم. من فکر کنم یک نگرش دیگه هم میتونه اینجا وجود داشته باشه که الزاماً اگر این ارتباط به موفقیت به انجام نمیرسه الزاماً شکست نیست، بلکه اون هم خودش یک موفقیتی هست. دوستی میگفت که همه مهمونای ما رو برکت میدن. من گفتم که آقا این دیگه خیلی اغراقه، همه که نمیتونن. گفت چرا؟ همه ما رو برکت میدن، عده‌ای با اومدنشون ما رو برکت میدن، عده‌ای هم با رفتنشون. من میخوام به شما بگم در ازدواج هم همینطوره. بعضی وقتا رسیدن به یک شخص برکته، بعضی وقتا به هم خوردن از همون اول و نرسیدن به همدیگه یک برکته. خب ببینید اینجا آقای فرهاد ما که عاشق شیرین خانم شده، حاضر به هر دری بزنه و هر مشورتی رو قبول بکنه. چرا؟ چون هدف و تمرکز رسیدن به شیرینه و همه چیز اینجا گم میشه، نادیده گرفته میشه. ما با عشق یا بگیم با رومانتیک شروع میکنیم، بعد از ازدواج با قانون میخوایم ادامهش بدیم. چقدر خوبه که با قانون شروع کنیم بعد با رومانتیک و عاشقانه ادامهش بدیم. و اینجا من توصیه ها رو نگاه میکنم،
که بعد لباساتو عوض کنی، بعد تیپتو عوض کنی، بعد نمیدونم قیافه چطور بگیری. هر کسی از تجربه خودش داره صحبت میکنه. اما نیلوفر یه حرف زیبایی میزنه، خیلی برای من این حرف نیلوفر زیبا بود. میگه که آقا فرهاد، مارک عشق صداقته، خودت باش. و من میخوام توصیه کنم به شما برادر و خواهر عزیزم، در عشق خودت باش. اگر پایینی، اگر بالایی، اگر کمی، اگر زیادی، خودت باش. نه مارک باش، نه اسم باش، نه توصیه یک نفر باش، نه برآورنده یک خواهشی باش، خودت باش. اگر اون شخص شما رو برای که خودت هستی نمیخواد و رد میکنه، این بزرگترین برکت شماست. درسته. چرا؟ چون به شما اجازه میده که یک عمر خودت باشی. خودت باش. و میبینیم فرهاد عزیزم سعی میکنه که خودش باشه و عمل میکنه. خدا را شکر، چقدر توصیه زیبا، مخصوصا برای ما فرهنگ ایرانیانی که خیلی وقتا به خاطر توصیه پدر و مادر، خانواده، همسایه، بعضی وقتا اجباراً وارد یک ازدواج میشیم و سالها بعد از اون ازدواج با کوچکترین دعوایی که به وجود میاد، اون موقع به یاد اون افرادی میفتیم که اجباراً از طریق اونها ازدواج کردیم و خب مسلماً این ازدواج با شکست بزرگ مواجه میشه. ولی اون شخص که از همون ابتدا خودش بوده و با تصمیم و اراده خودش در این ازدواج وارد شده، حتی در طوفان‌های آینده ازدواج این شخص همچنان میتونه استوار باقی بمونه، چون تصمیم خودش بوده با اراده خودش و با اراده طرفین. من فهم کنم نکات خوبی رو مطرح کردیم. متشکر هستیم برای سپر با ما بودین در این برنامه. خدا رو شکر میکنم هر دوی ما خانواده داریم، سالها از زندگی عشق و عاشقی و ازدواج ما با همسرانمون میگذره و میتونیم واقعا تضمین بکنیم که ازدواج درست باعث بنای افرادی که در اون ازدواج هستن میتونه باشه. به پایان برنامه رسیدیم، با ما باشین در مابقی برنامه های زیر ذره بین. تا هفته دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.